پیرو به اول مارس که در پارلمان اتحادیه اروپا پیرامون کنفرانس شاهزاده رضا پهلوی دعوت بودیم در کشور بلژیک. قرار شدیم که از این فرصت استفاده کنیم و صحبتی رو با بانو فهیمه ایلغمی داشته باشیم. بانو فهیمه ایلغمی کنشگر مدنی، فعال سیاسی، عضو سازمان بین‌المللی سروپ تیمز اینترنشنال، امیدوارم که درست گفته باشم، و عضو حزب موومنت رفورماتور، باز هم امیدوارم درست گفته باشم، از کشور بلژیک هستم و عضو افتخاری انجمن زنان سپیدار. بانو فهیمه ایلغمی در این انقلاب زن زندگی آزادی بنا به فعالیت هایی که داشتند و دارند موفق شدند تا در 4 شهرداری کشور بلژیک پرچم شیر خورشید نشان را به اهتزاز در بیارند و این افتخاری است برای تک تک ما ایرانی ها. میریم که با ایشون همراه باشیم تا در مورد این کار بیشتر به همون دوم مارس هستیم در شهر لخوشن اردن در استان لوکزامبورگ کشور بلژیک برای حمایت از زنان ایران و جنبش و خیزش و انقلاب زنان ایران من از شهرداری های این استان درخواست کرده بودم که حمایت خودشون را اعلام کنند و شهرداری ها هم با دست به پرچم شیر خورشید نشاد ایران حمایت خودشون را به این دهر از زنان و جنبش و حیزش زن زندگی آزادی نشون دادن. این پرچم را همینجور که خودتون ببینید سردر شهرداری لاخوشناردن بست کردن و این سمبل حمایت اونها هست از ایران از زنان. یکی از استادهایی هست که به این مسئله جنبش زنان ایران خیلی اهمیت داده و نه فقط در این شهر و در شهرهای دیگه هم این کار را انجام دادن. به درخواست بعد لبیک گفتن اگر اینجوری بگیم و صدای زنان ایران رو به همین صورت اعلام کردند و صدای زنان ایران شدن. با حالا در شهرهای دیگه هم میریم، شهر بخشن فابد، شهر دوشاتو و شهر بوب هم این کار رو انجام دادن. شهر بوب اولین شهر بود در قسمت فلامان زبان، در قسمت هلندی زبان بلژیک که این کار انجام داد، ولی شهر در جنوب بلژیک که فرانسوی زبان هستند 3 شهر بودن که این کار رو انجام دادن در حال حاضر، ولی چون شهرداری های دیگه هم دارن این کار رو انجام میدن و این کار یک عمل و یک جنبش خودجوشی هست که در استان لوکزامبورگ در شهر بخشن فابد، یکی دیگه از شهرهای استان لوکزامبورگ که در اونجا هم پرچم شیر و خورشید رو اجازه دادن و دست کردن به حمایت از زنان ایران و خیزش و جنبش و انقلاب زنان ایرانی. اثری که ببینید در اینجا دست شده و همه از زیر شهر میشن و برای همه قابل دیدن هست. ببینید یه همچین چیزایی لازم داریم، باید یه همچین چیزایی رو چیز کنیم بگیریم با عکس مهسا امینی و پرچم شیر یا عکس زنان ایران با پرچم شیر خورشید با کیوخکات که چیز کنیم بتونن همه رسیدگی. اه
بله جلوی شهرداری شهر بخش کابل استاد لوکسانبورگ هستیم در بلژیک. این شهرداری نه فقط از زنان ایران و جنبش زنان ایران حمایت کرده که از زندانی بلژیکی که در ایران حبس هست به مدت یک سال و دو روز پیش یک سال شد، یک سالگی در بند بودن این فرد رو گرفتن و هم حمایت میکنه. آمنستی اینترنشنال یک بادرولی زده اینجا و اولیویه وندکسل از روز 24 فوریه 2022 در ایران به جرم جاسوسی و جرم های دیگه که حتی مشخص هم نشده به 44 سال زندان محکوم شده و چند ضربه شلاق و و و و به هر حال اینها از وندکسل هم حمایت می کنند، نه فقط با تمام این اوصاف که یک زندانی دارند در ایران و اونها هم مثل ما زخم خورده هستند و می دونند که جمهوری اسلامی یک حکومت و یک رژیم خونخوار هست که بیگناه و انسان‌های بیگناه زیادی رو به زندان داخته و زندانی‌های سیاسی زیادی رو که بدون داشتن هیچ جرمی در زندان‌های خودش نگهداری می‌کنه. خانم اینقمی، یه سوالی از شما دارم. یکی از دغدغه‌های کشورهای اروپایی من جمله بلژیک و اتحادیه اروپا پیرامون زندانی‌هایی هستش که در داخل ایران دارن، افرادی که در ایران زندانی هستند. خب البته این حق رو دارن به خاطر ما، چون اینا به حقوق بشر باور دارن و به خاطر مردمشون نگران باشن و یک رای رزنی هایی رو بکنن. اما با توجه به اینکه شما در پارلمان بلژیک فعالیت میکنید، فکر میکنید که چقدر اینها سعی میکنن پشت پرده به خاطر این آدم ها با دیکتاتور دست بدن، یا اینکه نه اینطور نیستش، تمام تلاششون رو دارن میکنن؟ ببینید، من در مورد کشورهای دیگه نمیتونم صحبت کنم. در مورد بلژیک با صحبت‌هایی که با وزیر امور خارجه بلژیک داشتم، ایشون خیلی واضح به من گفتن که از ایشون درخواست شده بود که بره ایران و با جمهوری اسلامی دیدار داشته باشه و ایشون کاملا این مسئله رو رد کرده و گفته من پامو در کشوری که درش زن کشی هست و حقوق بشر رعایت نمیشه نمیگذارم و با تمام اکت های و آتی تروریسم و آتی دموکراتیک ایران مخالف هستند. با تمام اوصاف ما دیدیم که چند وقت پیش وزیر امور خارجه بلژیک با آقای عبداللهیان به ملاقاتی داشتند که این باعث سر و صدای زیادی شد. این خانم کسی بود که جز به اولی کسایی بود که موهاشو کوتاه کرد. این دلیل نمیشه چون با ایشون دیدار کرده مورد حمله قرار بگیره. این خانم وزیر امور خارجه بلژیک هست، شغلش این هست که با افراد خارجی ملاقات داشته باشه، با مقامات خارجی ملاقات داشته باشه و این ملاقات هم در همین باره بوده، در مورد وندکسل بوده و باید یه جایی با این بتیزها بود و افکار غلطمون رو دور بریزیم. یک وزیر امور خارجه باید با دیپلماسی مسائل رو حل کنه. این خانم داره با دیپلماسی حل میکنه، باشه ایران نمیذاره، روسری سرش نمیکنه، موشو کوتاه میکنه، همه این کارها رو میکنه ولی پاشو در جمهوری اسلامی نمیذاره که روسری سرش کنن، جلوی دوربین قرارش بدن و ازش بخواد صحبتهایی رو بکنه که اونها دلشون میخواد. این خانم با استرداد اسدی کاملا مخالفه و داره دنبال این راه حل میگرده که بتونه وندکسل رو آزاد کنه بدون اینکه اسدی آزاد بشه، چون به خودخوار بودن، به فاسد بودن و به تروریست بودن جمهوری اسلامی باور داره.